بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من بلسان عربي مبين. اسمي مريم. أنا من أستراليا. اسمي إحسان الله. إندونيسيا. اسمي محمد أنس. اسمي أشر. ميكودا. اسمهما نسيبة ومريم. الرمان. اسمي نسيبة. اسمي مريم الرحمن. اسمي أنا مين بحكم؟ اسمي محمد نصير. اسمي أسماء. أنا مين بلقيس؟ اسمي ماريا. اسمهن نصيبة مريم وعائشة. الحمد لله. مريم. اسمي إمام الدين. اسمي مريم. اسمي دور محمد. أنكرا. اسمي مراد. اسمي آدم. مرسندم. مريم. هذا برتقال. اختيار رحمان است این زبان عربی. اختيار رحمان است این زبان عربی. قرآن و حدیث و فقه هر یک اساس دین است. قرآن و حدیث و فقه هر یک اساس دین است. فهم همه دشوار است بی زبان عربی. فهم همه دشوار است بی زبان عربی. این زبان قرآن است این زبان عربی. این زبان قرآن است این زبان عربی. اختیار رحمان است این زبان عربی. قرآن دارای حقوق است باید همه بدانند. قرآن دارای حقوق است باید همه بدانند. این هم حق قرآن است فهم زبان عربی. این هم حق قرآن است فهم زبان عربی. این هم حق قرآن است فهم زبان عربی. این زبان قرآن است این زبان عربی. این زبان قرآن است این زبان عربی. اختیار رحمان است این زبان عربی. اختیار رحمان است این زبان عربی. قرآن دارای حقوق است باید همه بدانند. قرآن دارای حقوق است باید همه بدانند. این هم حق قرآن است. الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. الوحدة الثانية بخش دوم. الدرس السابع درس حفتم. الحوار الثالث محاوري سيومي. انظر ببن واستمع وبشنو وأعد وتكراركن. الأم مادر شي ميجا. هذا أذان الفجر يا أذان الصبح. الأب الله أكبر الله أكبر. الأب أين الأولاد؟ الأم سعد في الحمام يتوضع. پدر گفت که این الاولاد اولادا کجاستن؟ مادر چی گفت؟ سعد فی الحمام یتوضا. سعد گفت در حمام است وضو میکنم. الاب پدر میگه و این سعید؟ سعید کجاست؟ الام مادر چی میگه؟ میگه سعید فی الغرفته. میگه سعید در اتاق است. یقرأ القرآن
قرآن میخونم. این المعتف یا سعد؟ میگه معتف یا من بالا پوش کجا سعد؟ دیگه سعد میگه هذا هو المعتف، معتف یا والدی، اینی بالا پوش است پدر. الاب و این النظارت یا سعید؟ عینک کجاست سعید؟ سعید میگه هذه هی النظاره، میگه اینی عینک است یا والدی پدر من. الاب پدر میگه هیا بنا الى المسجد، بک به طرف مسجد بریم. سعد و سعید میگن هیا بنا بین که حرکت کنیم. الوحدت الثانیه بخش دوم، الدرس الثامن درس هشتم، المفردات کلمات، العرض پیشکش و انظر ببین و استمع بشنو و اعد و تکرار کن. سوره تصویر، مثلا ما میگیم که هذه سوره بیت الله، این تصویر بیت الله شریف است. اسره چی مانه؟ خانواده یا فامیل. والد پدر، پس این کلمات جدید است که شما یاد بگیرین. والد پدر، والده مادر. ما شما که در فارسی میگیم والدین، یعنی مادر و پدر، والدین میگن. والد پدر، والده مادر. دیگه میگن که جد پدر کلان، جد مادر کلان، ابن پسر، ابن دختر. عم کاکا، عمه عمه، اولاد اولادها، فرزندان. شجره درخت میگن. مسجد مسجد میگن. مصلی جای نماز، غرفه اتاق میگن. اذان الفجر اذان صبح میگن. القرآن قرآن شریف، معتف بالا پوش، نظاره عینک و حمام تشناب. یتوضا وضو میگیرد. یقرأ قرائت میکنه یا میخونه یا مطالعه میکنه. یصلی نماز میخونه. معلم. الوحدة الثانية الدرس الثامن المفردات انظر واستمع وأعد. صورة أسرة والد والدة جد جدة ابن ابنة عم عمة أولاد شجرة مسجد مصلى غرفة أذان الفجر القرآن معطف نظارة حمام يتوضأ يقرأ يصلي معلمة. الوحدة الثانية الدرس الثامن بخش سوم درس هشتم، التدريب الأول تمرين أول، اسم استمع ثم دع علامة الصح على صورة المناسبة. شما يرى مشنوين يا كل شنيدة مشوا شما بس علاماتها مقدرين شما على بشنوين از طريق صوت. التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. أولا والدة، ثانيا مسجد، ثالثا ابن، رابعا نظارة، خامسا يصلي، سادسا جد. التدريب الثاني، أشر إلى الصورة التي تسمع
اسمها، مگه اشاره کو به صورتی که نامش میشنوی، حالا شما را بشنوین و کلماتو که میشنوین برش اشاره بکنین. بشنوین. التدريب الثاني، أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. يصلي. غرفة. معلمة. شجرة. الوحدة الثانية، الدرس الثامن، بخش دوم، درس هشتم دوام داره. مفردات اضافیه، العرض، یعنی کلمات اضافی، عرض، انظر، واستمع و اعد. خب میم دید اینجا، حال اینجا ما شما در درس های قبلی خواندیم که واحد یکی را میگفت، اثنان دو، ثلاثه سه، اربعه چار، خمسه پنج. حال میم میگیم سته پنج، مثلا حال مثلا پنج بود، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه. یکی دیگر هم که زیاد کنیم چی میگیم؟ سته. هفته چی میگیم؟ سبعه. هشت، ثمانیه، نو، تسعه، عشره، ده. سعی کنیم. واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه، تسعه، عشره. واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه، تسا صفر. داتا شد یعنی؟ پس اینجا در تصاویر شما سهل بکنین، اینجا گفته که شش تا قلم است، سته تو اقلام، ای سبعه، هفته، ثمانیه، هشت، تسعه، نو و عشره، ده. الوحده الثانیه، الاسره، الدرس الثامن، مفردات اضافیه، انظر واستمع وأعد. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. التدريب الأول، تمرين أول، ميجا شما تصويرة بأمراي چيز خودتان تصويرة ببينين دا كتابتان. مثلا اینجا تسعة بازم میگه کدام کتاب ها نوت هست؟ این کتاب ها یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. پس سعی کن واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه، تسعه. پس این تسعه شد. واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته. پس سته، شش شد. واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه، تسعه، عشره. این ده دانه شد. واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه، هشت دانه شد. واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ای هفته شد، سبعه. خب التدریب الثانی، تمرین دوم چی است؟ میگه رتب الاعداد. این مثلا اینجا سته است، بعد از چی میریم؟ سبعه، ثمانیه، تسعه، عشر. ایره به قلمتان شما نوشته میکنیم. التدریب الثالث، تمرین سوم چی است؟ میگه اشر الى العدد الذي تسمعه. عدد را که شما میشنوین به طرف دو اشاره کنین، من براتان بگم شما اشاره کنین. سته، تسعه، ثمانیه، تسعه، ثمانیه، سبعه، سته. خب میمید تمرین بعدی، التدریب تمرین بعدی، قل العدد الذي يشير اليه المدرس. من اینا رو اشاره میکنم، شما بگین چند است. آفرین، عشره، سبعه، آفرین، بگوین، تسعه، آفرین، سته، آفرین، عشره، آفرین. الوحده الثانیه، بخش دوم، الدرس التاسع، درس نهم، التراکیب النحویه، ترکیبای نحوی. ترکیبای نحوی شده میگن که یک کلمه را با کلمه دیگه ترکیب میکنیم. مثلا ما یک جمله را جور میکنیم، از او ترکیبای نحوی جور میشه. خب میایم سر ترکیبای نحوی. التدریب الاول، تبادل السؤال والجواب مع الزميل كما في المثالين. میگه آل سوال جواب، تبادل
یعنی تبدیل بکن سوال و جواب، یعنی سوال و جواب بکنین در میانتان مع زمیله که به امرای همو همسنفید کما فی المثالین، مثل که در این مثال است. مثلا در مثال است میگه این المعتف بالا پوش در کجاست؟ این میگه هذا هو المعتف، اینی بالا پوش است. سوال میکنه این الغرفه اتاق کجاست؟ میگه هذه هی الغرفه، ای اتاق است. خب این حال مثلا ما شما میگیم که اولش این الابن بچه در کجا هست؟ میگیم هذا هو الابن، این مصلا هذا هو مصلا، این المسجد مسجد در کجاست؟ هذا هو المسجد، این الحمام هذا هو الحمام، مفتبرین؟ مثلا میگیم این السوره چی میگیم؟ میگیم هذه هی السوره، ببینید مؤنث است. شجره این الشجره، درخت در کجاست؟ شما چی میگیم؟ میگیم هذه هی الشجره، اینی درخت است. این نظاره کجاست؟ عینک، شما میگین هذه هی النظاره. این الابن، دختر کجاست؟ میگین هذه الابن. مثلا این الکوب، هذا هو الکوب. این الکمپیوتر، میگین هذا هو الکمپیوتر. پس اینا رو ما شما فهمیدیم. این التلفاز، میگین هذا هو التلفاز. اینا هر چیزی که خواسته باشیم باز میتونیم که به این شکل اون رو تشریح بکنیم. الوحده الثانيه الدرس التاسع التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين المثال الأول أين المعطف؟ هذا هو المعطف المثال الثاني أين الغرفة؟ هذه هي الغرفة التدريب أين الابن؟ هذا هو الابن أين المصلى؟ هذا هو المصلى أين المسجد؟ هذا هو المسجد أين الحمام؟ هذا هو الحمام أين الصورة؟ هذه هي الصورة أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة أين النظارة؟ هذه هي النظارة أين الابن؟ هذه هي الابن. الوحدة الثانية بخش دومس الدرس التاسع درس النوم. التدريب الثاني تمرين دوم. ميجا تبادل السؤال والجواب مع زميلك. ميجا سؤال جواب بكو بأمرأي كي بأمرأي أم سنفيت كما في المثالين. مثل كده يدو مثال است. مثلا يدو مثال چي ميجا؟ ميجا أين سعيد؟ سعيد در کجاست؟ میگه سعيد في الغرفة يقرأ. يعني ببین سعيد در اتاق است، يقرأ، قرائت میکنه، میخونه. پس سعيد در اتاق مطالعه میکنه و پرسان کرد که أين سعيد؟ سعيد در کجاست؟ ما برش گفتیم که سعيد في الغرفة در کجاست؟ در اتاق است، يقرأ چی میکنه؟ درس میخونه. پس در کجا هست و چی میکنه؟ اینا سوال دیگه میشه، میگه أين سعيد؟ سعيد در کجاست؟ اینا سعيد هم در اتاق است و مطالعه میکنه. پس میگیم که سعیدتون فی الغرفتی، سعیده در اتاق است، تقرا القرآن، قرآن تلاوت میکنه. یقرا بر مذکر یقرا گفتیم، بر مؤنث گفتیم تقرا. این فرق فکرتون رو بگیرین. مثلا اینا رو مهم اینجا میگیم این صالح، صالح کجاست؟ مثلا ما با شما میگیم این صالح، صالح در کجاست؟ میگم صالح فی المسجد،
صالح در کجاست؟ در مسجد است. یصلی نماز میخونه. عین صالح، صالحه کجاست؟ میگم صالحه فی المصلى تصلی، صالحه در اتاق نماز است و نماز میخونه. عین شریف، شریف در کجاست؟ اینو ببین، شریف در حمام است و وضو میکنه. میگم شریف فی الحمام یتوضا. شریفه چی میکنه؟ شریفه هم در تشنا بس وضو میکنه. میگم عین شریفه، شریفه کجاست؟ میگم شریفه فی البیت تتوضا. شریفه در اتاق است، چی میکنه؟ وضو میکنه. التدريب الثاني، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول، أين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. المثال الثاني، أين سعيدة؟ سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن. التدريب، أين صالح؟ صالح في المسجد يصلي. أين صالحة؟ صالحة في المصلى تصلي. أين شريف؟ شريف في الحمام يتوضأ. أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضأ. الوحدة الثانية، الدرس التاسع، بخش دوم، درس النهم. التدريب الثالث، تمرين السيومي. تبادل السؤال والجواب مع الزميل. چی ما را میته؟ سعیکم میگه سوال جواب بکنین به همراه سنفیتان کما فی المثال، مثل که در این مثال است. خب بیاییم مثال را بیمیم. در مثال چی میگه؟ میگه من هذا، این شخص میگه کیست؟ خب معلوم میشه که کلاه انجینری داره، انجینیر است و حتما از امون بچه را پدرش است. میگه من هذا، ای کی است؟ بچه برش میگه که هذا والدی، میگه ای پدرم است، عدنان نام داره. هذا والدی عدنان هو مهندس، پس والد عدنان مهندس. پس میگه هذا والدی نامش میگیره که عدنان است و وظیفهش هم مهندس است. پس میگه در مثال دیگه اونجا چی گفتک؟ من هذا، حالا میگیم ای کی است؟ این استاد است، نامش عمر است و کاکایم است. پس من چی میگم؟ من براتون میگم که هذا عمی، ای کاکایم است، عمر، نامش چی است؟ عمر است، هو مدرس. و ای کیست؟ میگه من هذا، هذا جدی، ای پدر کلانم است، نامش چی است؟ هذا جدی سالم، ای پدر کلانم است، نامش سالم است، هو طبیب، او دکتر است. من هذا، هذا اخی، ای برادرم است، نامش چی است؟ صالح. میگم هذا اخی صالح، وظیفه چی است؟ هو طالب. ای دیگه کی است؟ میگه صدیق، هذا صدیقی، ای رفیق و دوستم است، نامش چی است؟ نامش علی است، هذا صدیقی علی، هو معلم، هو معلم است. التدریب الثالث، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال، من هذا؟ هذا والدي عدنان، هو مهندس. التدريب، من هذا؟ هذا عمي عمر، هو مدرس. من هذا؟ هذا جدي سالم، هو طبيب. من هذا؟ هذا أخي صالح، هو طالب. من هذا؟
هذا صديقي علي، هو معلم. التدريب الرابع، حول كما في المثال. ميجا تغيير بتي مثل كده المثال است. مثلا ميجا هذا والدي عدنان، والدي پدر من، والده پدر ازو. مثلا والدی پدر من، والده پدر ازو. میگه آلی اینجا کلمه است، هدا والدی گفته پدر من، تو رو بگو که پدر منه، پدر ازو. سیره چه قسم تغییر میتیم؟ مثلا میگن هذه والدتی خدیجه، این مادر من خدیجه است. اینال من میگم نه، مادر من نیست، مادر ازو. چی میگم؟ هذه والدته خدیجه، این مادر ازو خدیجه هم داره. هذا ابن بدر، ای بچه که ماس نامش بدر است. من میگم نه، هذا ابنه بدر، میخوام بگم نه، او بچه ازوس نامش بدر است. هذه اختی سلمه، میگه ای خواهر من سلمان هم داره. من میگم که نه، هذه اخته سلمه، او خواهر ازوس که سلمان هم داره. خو عمه عائشه، میگه هذه عمتی عائشه، ای ما خال عمیمه هست، عایشه هم داره. من میگم که نه، هذه عمته، او عمیمه نیست، عمی از اون است، نامش عایشه است. هذا عمی عثمان، ای کاکای ما عثمان است. من میگم هذا عمه، او کاکای از عثمان است. هذا صدیق احمد، ای دوست من احمد است. نه صدیق من دوست من است. هذا صدیقه احمد، او دوست از اوست، احمد نام دارم. التدريب الرابع، حول كما في المثال. المثال: هذا والدي عدنان. هذا والده عدنان. التدريب: هذه والدتي خديجة. هذه والدته خديجة. هذا ابني بدر. هذا ابنه بدر. هذه أختي سلمى. هذه أخته سلمى. هذه عمتي عائشة. هذه عمته عائشة. هذا عمي عثمان. هذا عمه عثمان. هذا صديقي أحمد. هذا صديقه أحمد. الوحدة الثانية، الدرس التاسع. ميجا بخش دوم، درس النهم. ملخص التراكيب، خلاصی همین ترکیبا. مثلا اینه به معنای کجا است. اینه چی میگیم در عربی؟ کجا است. اینه کجاست. مثلا میگیم که اینه کابل، کابل در کجاست؟ میگیم کابل فی افغانستان، کابل در افغانستان است. اینه المعطف، کجاست بالا پوش. اینه نظاره، شاید طریق سوال کردن هر برشمان شاید میتونم. اینه سعید، سعید کجاست. اینه سعیده، سعید. مثلا میگن این المدرسه، مدرسه در کجاست. این جامعه کابل، پانتون کابل در کجاست. این مکه المکرمه، مکه مکرمه در کجاست. در هر کلمه که دوالش اینه را آوردین، به معنای چی میشن؟ به معنای کجا. اینه به معنای چی است؟ کجاست. این قلمی کجاست؟ قلم من. این کامپیوتری، این شای، شای در کجاست. پس این شد اینه به معنای کجاست. من این حاله به معنای چی است؟ این هم بر سوال استعمال میشن. کیست؟ مثلا میگه من هذا، من هذا الرجل، این مرد کیست؟ میگه هذا محب الله، این محب الله است. من هذه بر معنی استعمال میکنه. من هذه کیست ای زن؟ مثلا یک خانم اوجه است، مثلا میگه من هذه ای زن کیست؟ میگه که هذه عمتی یا عمیم است. من هذه، هذه خالتی. من هذه ای زن دیگه کیست؟ میگه هی مادرم است. من هذه او دخترک کیست؟ هذه بنتی دخترکم است. پس من بر چی میگه به معنای کیست؟ من انت تو کیستی؟ من انت تو دختر کیستی؟ من هو او کیست کجاست است؟ یگان دفعه مدیر مکتب میگه من هو
او کیست کنجا آمده اونجا استاد است؟ من هیه او دختر کیست؟ پس من برای چی استعمال میشه؟ برای کیست؟ عقل. اینجا کلمه فی را استعمال میکنن که فی در داخل یک چیز. مثلا ما میگیم که المال فی الجیب، پول در کجاست؟ در جیب است. این فی داخل هم میگه فی الجیب. این حالا ما میگیم مثلا سعید در کجاست؟ در داخلش که باشه میگیم سعید فی المسجد. سعید در کجاست؟ در مسجد است. سعید فی المصلا، سعید فی الغرفه، سعید فی الغرفه. پس اینا رو ما شما فیره همیشه استعمال میکنین وقتی که بر سوال میشین عینه، شما در جواب عینه همیشه فی میای فکرتان باشن. مثلا میگیم که عینه بیتک، خانیتان در کجاست؟ تو میگی بیتی فی جمال مینه، خانه من در جمال مینه است. عین جامعت کابل، پانتون کابل در کجاست؟ میگی جامعت کابل فی جمال مینه، در منطقه جمال مینه است. عین مکه المکرمه، مکه مکرمه در کجاست؟ میگه مکه المکرمه فی المملکه العربیه السعودیه، در عربستان سعودی هست. عین و عین. خب حالا این لهذا اشاره کردن است برای یک چیز. مثلا هذا کو، اگر خوب یک کمک تایید میگیم چه میگیم؟ هذا هو المعتف، اینی است بالا پوش. چرا میگیم هذا کوب؟ اینی گلاس است، اینه برای یک کس میتیم. اما اگر برای کس یک گلاس میتیم باید باید میگیم هذا هو الکوب، بگی اینی گلاس. پس این هو اینجا چرا زیاد شد؟ به خاطر از اینکه همون لحظه رو چی میکنیم؟ تسلیم میکنیم. اگر بگیم هذا کوب، هذا کوب این گلاس است، خلاص مانیم. اما اگر برای یک کس میگه این الکوب، کجاست گلاس؟ برای میگیم هذا هو الکوب، اینی گلاس است، بگی هذا هو المعتف. بالا پوش پدر خلاص میتیم، میگه اینی بالا پوش است. هذا هو المسجد، هذا هو المصلى. خب اینو فهمیدین نه عبارت هم به هذه چی میگن؟ هذه النظاره. یا کسی تر میگه که میگه هذه النظاره یا اینا کس. اما هاگه وقتی که برش میدی بهش میگه هذه هی النظاره، بگی هذه هی المهندسه، هذه هی الطبيبه. طبیب میره برش میگه کجاست دکتر؟ میگه هذه هی الطبيبه، طبیب پیشرویت است. هذا والدی عمار، اینا والدی پدر من، والد هو پدر از او، پس من و او. هذا والدی عمار، هذا والد هو عمار. والدی پدر ما قبول میگیم هذا والدی، والد هو. هذا جدی عمار، هذا جده عمار. هذا عمی، ای کاکای من عمار است. هذا عمه عمار. هذه والدتی آمنه، این مادر ما است. اگر مادر من نیست مادر از او چی میگویم؟ هذه والدته آمنه، هذه جدتی آمنه، این مادر کلان من است آمنه نام دارن. هذه جدته، مادر کلان از اوست که آمنه نام دارن. هذه عمتی ذی الحجه، این عمه من ذی الحجه است. نه 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 نه، هذه عمته آمنه. پس به این شکل ما چی بکریم؟ اینیا رو بگیم چیست نیم؟ دیگه چی گفتیم؟ هو طبیب، یک کس را معرفی میکنیم، میگیم هو طبیب، او استاد است، دکتر است. هو مدرس، او استاد است. هو مهندس، او انجینیر است. هو طالب، او معسل است. هی طبیب است، سعی هو برای مذکر استعمال میشه، هی برای چی استعمال میشه؟ برای مؤنث. برای مذکر گفتیم هو، برای مؤنث چی گفتیم؟ هی طبیبه، هی مدرسه، هی مهندسه، هی طالبه. پس فرق باید بکنیم که بین مذکر و مؤنث از سیستم غلط نشه. هر یک اساس دین است، قرآن و حدیث و فقه هر یک اساس دین است، فهم همه دشوار است.